سرخط مهمترین های امروز. دست به کار شدن حکومت برای تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران. شورای امنیت ملی روی یک طرح تازه کار میکند. سرش غور شو و یک طرح عملی ایجاد بگرده که در دراز مدت مشکل حل میسازد. نقش تاثیرگذار واشنگتن و پیکینگ بر طالبان که تاکنون بازی نکردند. سازمان ملل بر گفتگوهای رو در روی صلح با طالبان تاکید میکند. آنچه که برای موفقیت روند صلح ضرورت است، گفتگو با خود طالبان است. تلاش های 14 ساله که پیامد مثبت نداشت. با هزینه شدن میلیاردها دلار، امریکا افغانستان را هنوز هم یک کشور خطرناک میداند. به نام خدا، سلام بر شما و مهمترین ها از یک در شام یک شنبه خوش آمدید. من رئوف اجمل هستم. ریاست جمهوری برای تامین امنیت رسانه ها و خبرنگاران یک طرح عملی ایجاد می کند. سخنگوی رئیس جمهور می گوید که این طرح امنیت خبرنگاران را در دراز مدت تامین می کند و در حال حاضر شورای امنیت روی این طرح بحث می کند. همزمان با این، رئیس جمهور غنی در یک فرمان تازه نهادهای دولتی را مکلف ساخته است که با رسانه ها همکاری کنند. بر بنیاد این فرمان تمام پرونده های قتل خبرنگاران بررسی خواهد شد. محمد غازی رسولی با جزئیات بیشتر. با بیشتر شدن فشارها بر رسانه ها، رئیس جمهور فرمان تازه را برای حمایت از رسانه ها و کار خبرنگاری در کشور صادر کرد. این فرمان نهادهای حکومتی را مکلف می سازد که با رسانه ها همکاری نزدیک داشته باشند. بر بنیاد این فرمان به تمام پرونده های قتل خبرنگاران رسیدگی خواهد شد و نیز تخطی و تخلف رسانه ای از طریق کمیسیون رسیدگی به تخلف های رسانه ای صورت خواهد گرفت. آخرین موضوعی که در این قسمت اشاره شده، موضوع رسیدگی به پرونده های قتل و شهادت خبرنگارای ما می باشه، که در این قسمت حکم رئیس جمهور افغانستان امی است که باید یک گزارش منسجم و مفصل در مورد چگونگی قتل خبرنگارا و شهادت خبرنگارا بدون از اینکه دلیلش مشخص باشه باید ترتیب شود. تمام نهادهای دولتی و غیر دولتی در این قسمت همکاری کنند تا یک تصویر واضح ما بتانیم داشته باشیم و او قضیه‌ای که نیاز به پیگیری بیشتر داره و تا هنوز مرموز مانده باید او بهش وضاحت پیدا کنه. در بخش دیگر این فرمان به وزارت عدلیه، وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری دستور داده شده تا از دادن اطلاعات مخفی که ممکن است امنیت ملی کشور را مختل سازد بر رسانه‌ها خودداری شود و با استثنای این اطلاعات رسانه‌ها حق دارند به هر گونه از اطلاعات دسترسی داشته باشند. به زودترین فرصت باید امو ساختار و امو چارچوب و میکانیزم مشخص و نهایی و عملی بسازند تا خبرنگار و یا نهاد رسانه‌ای مشکلی نداشته باشه به خاطر دستیافتن و دسترسی به معلومات. هرچند این فرمان با استقبال خبرنگاران روبرو شده است، اما آنان تاکید دارند برخی ماده های این فرمان گنگ و مبهم است و باید یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. یک تعداد از این موارد حکم خیلی کمک میکنه ما را در مسائل امنیتی، در مسائل پوشش، در اطلاع رسانی و در موارد دیگه. در دیگر موارد دوستا حتی یک تعداد مسائل خیلی گنگ است، وضاحت بیشتر شاید نیاز داشته باشد در بعضی موارد. از سوی هم شورای امنیت ملی روی یک طرح امنیتی برای حفاظت از جان خبرنگاران کار دارد. طرحی که به باور ریاست جمهوری میتواند امنیت خبرنگاران را در دراز مدت تامین کند. همین فعلا در شورای امنیت افغانستان بحث جریان دارد تا یک پالیسی جامع و مفصل به خاطر تامین امنیت خبرنگارا و مسئولیت نهادهای رسانه‌ای افغانستان سرش غور شود و یک طرح عملی ایجاد بگرده که در دراز مدت مشکل حل می سازد. این فرمان در حال صادر می شود که نزدیک به دو هفته پیش موتر کارمندان تلویزیون طلوع آماج یک حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه 7 تن از کارمندان این نهاد جان باختند. همزمان با این حمله طالبان یک بار دیگر تلویزیون یک را نیز تهدید کردند، چیزی که حکومت را واداشته تا بیشتر در مورد تامین امنیت خبرنگاران و رسانه ها توجه کند.
امریکا و چین با کمک پاکستان می توانند بر طالبان تاثیر بگذارند و این گروه را به پای میز گفتگوهای صلح بکشانند. نیکلاس هایس هم نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان می گوید امریکا و چین بازیگران مهم نشست چهار جانبه صلحند و می توانند بر سر ترسیم نقشه راه به توافق برسند. نیکلاس هایس هم همچنان تاکید می کند که برای موفقیت روند گفتگوهای صلح نیاز است تا با طالبان گفتگوهای رو در رو صورت گیرد. زکریای حسنی. کمتر از یک هفته به برگزاری دور سوم نشست چهار جانبه صلح مانده است. در 13 سال پسین اگرچه روند آشتی ملی بارها با شکست روبرو گردیده است، اما حالا این نشست چهار جانبه تلاش دارد تا راه رسیدن به صلح یا همان نقشه راه را ترسیم کند. نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در گفتگوی ویژه با تلویزیون یک از برگزاری این نشست ابراز خوشبینی کرده و گفته است این نشست از ترکیب خوبی برخوردار است و اعضای آن می توانند بر سر ترسیم نقشه راه توافق کنند. ما خوشبین هستیم و امید بهترین ها را داریم. ما فکر می کنیم این نشست چهار جانبه شکل و ترکیب خوبی دارد و ما می توانیم باور کنیم که اشتراک کنندگان این نشست می توانند بر ترسیم نقشه راه توافق کنند. اما می خواهم تاکید کنم آنچه که برای موفقیت روند صلح ضرورت است، گفتگو با خود طالبان است. به باور نماینده ویژه سازمان ملل، امریکا و چین بازیگران مهم نشست چهار جانبه صلحند و این دو کشور با همکاری پاکستان می توانند بر طالبان تأثیر گذاشته و این گروه را به پای میز گفتگوهای صلح بکشانند. این نشست چهار جانبه دارای بازیگران مهم چون چین و امریکا است. این دو کشور با همکاری پاکستان می توانند بر طالبان نفوذ کرده و بالای آنان تأثیر بگذارند و در نهایت طالبان را به پای میز گفتگوهای صلح بکشانند. این خوشبینی در حال ابراز می شود که نشست چهار جانبه صلح در دو دور گذشته نتوانست موفق به ترسیم نقشه راه شود. نقشه‌ای که تنها سرآغازی برای کلید زدن گفتگوهای صلح پنداشته شده است. حالا باید دید بازیگران مهم این نشست چهار جانبه در واپسین نشستشان می توانند آن نقشه راهی را که شهروندان کشور انتظارش را دارند ترسیم کنند یا نه. وضعیت افغانستان هنوز هم خطرناک است. سخنگوی کاخ سفید تاکید می کند با آنکه میلیاردها دلار در افغانستان برای بهبود وضعیت امنیتی هزینه شده است، امریکا هنوز هم افغانستان را یک کشور خطرناک می داند. در همین حال بدتر شدن روزافزون وضعیت امنیتی در کشور باراک اوباما را واداشت تا در راهبرد نظامیش در افغانستان تجدید نظر کند. عماد روسایی گزارش می دهد. 14 سال است که امریکا همراه با متحدانش در همکاری با نظامیان کشور در برابر گروه های عراس افغان در کشور می جنگند. نبردی که میلیاردها دلار هزینه برداشته است. ظاهراً امریکا وضعیت افغانستان را پیچیده و خطرناک می داند و تاکید می کند که امریکا با متحدانش تلاش دارد تا گفتگوهایی را روی چیگونگی حضورشان در افغانستان آغاز کنند. واضح است که در حال حاضر وضعیت در افغانستان بسیار پیچیده است. وضعیت این کشور خطرناک است. ایالات متحده آمریکا با مذاکرات خود با متحدان ناتو بر چگونگی تداوم تلاش‌ها در افغانستان بحث و گفتگو خواهند کرد. اما بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان ظاهراً بر راهبرد آمریکا در این کشور سایه افگنده است. چنان که مقام‌های بازنشسته آمریکایی باور دارند ممکن باراک اوباما و رئیس جمهور تازه آمریکا درباره این راهبرد تجدید نظر کنند. فکر نمی‌کنم که در آینده‌های نزدیک ما شاهد کاهش نظامیان آمریکایی در افغانستان باشیم. پیش بینی من این است که باراک اوباما این تصمیم را برای رئیس جمهور بعدی محول خواهد کرد. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید برای از میان برداشتن لانه های گروه های حراس افغان در بسیاری از ولایت های کشور نبرد ادامه دارد و ظاهراً در بهار سال پیش رو وضعیت امنیتی در کشور بهتر خواهد شد. اگر ما را اکمالات بکنند با در نظر داشت پرسونلی که ما داریم، تعلیم و تربیه که ما میکنیم و در این تعلیم و تربیه اونا هم با ما همکاری دارن و در این زمان وضعیت مردم نسبت به حوادث و نزدیک شدن مردم به دولت و همکاری با وزارت دفاع، ما به این متیقین هستم که ما میتوانیم دستاوردهای بهتری در امر دفاع از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و جغرافیای به نام افغانستان داشته باشیم.
اما برخی از آگاهان نظامی چالش های امنیتی را با گذشت هر روز در کشور نگران کننده می دانند و تاکید می کنند که باید امریکا همراه با متحدانش در حمایت از نیروهای امنیتی کشور دست به کار شوند. جامعه جهانی در بخش استخبارات الکترونیکی تثبیت اهداف دشمن باید با نیروهای امنیتی افغانستان کمک بکنه و همچنان در بخش عملیات های هوایی عملیات های توپچی باید کمک زیادی انجام بده. یعنی ما باید مشترکات اطلاعاتی داشته باشیم، مشترکات هماهنگی داشته باشیم، مشترکات عملیاتی داشته باشیم و همچنان کمک هوایی و کمک توپچی داشته باشیم. وضعیت پیچیده امنیتی و قوت گرفتن دوباره گروه های هراس افغان چون طالب القاعده و داعش همه را نگران کرده است. به تازگی پنتاگون به ارتش امریکا در افغانستان وظیفه داد تا عملیات ها بر ضد داعش در افغانستان را بیشتر کند. کار پروژه های ساختمانی بخش انجینیری ارتش ایالات متحده امریکا و نهاد سیستیکا در افغانستان از سر گرفته شد. اتحادیه شرکت های ساختمانی میگوید که امریکا در سالهای 2016 و 2017 میلادی پروژه هایی را به ارزش زیادتر از 1 میلیارد دلار عملی خواهد کرد که بخش زیاد آن را پروژه های زیربنایی تشکیل میدهد. تمیم شهیر با جزئیات بیشتر. پس از 2 سال توقف سرانجام نهاد سیستیکا و بخش انجینری ارتش ایالات متحده آمریکا پروژه های تازهشان را اعلام کردند. پروژه های به ارزش 1 میلیارد دلار در بخش های ساختمانسازی، جاده سازی، فرودگاه ها و پاسگاه های امنیتی برای نیروهای امنیتی کشور. اتحادیه شرکت های ساختمانی خوشبین است که با آغاز این پروژه ها شرکت های ساختمانی از ورشکستگی نجات خواهند یافت و اقتصاد کشور بار دیگر رشد خواهد کرد. در سال 2016 2017 باز پروژه های ساختمانی خوب است که بر سکتور ساختمان، یعنی بر اقتصاد افغانستان، بر کمپینه ساختمانی یک خبر خوش است. البته پروژه سیستیکا که ریاست انجینری دفتر سیستیکا در افغانستان است، 1 بیلیون دلار از این برای ساختمان و همی تدارکات و برای بعض مصرف های دیگه ساختمانی که از مصرف میشه. ساخت بخش 3 دانشگاه نظامی مارشال فهیم یکی از پروژه های ایالات متحده آمریکاست که به زودی کار آن آغاز می شود و گذشته از آن بخش انجینری ارتش ایالات متحده آمریکا در خرید مبل فرنیچر شرکت های افغانستانی را در اولویت قرار خواهد داد. از این میان بخش انجینری ارتش ایالات متحده آمریکا در سال 2016 و 2017 میلادی 250 تا 300 میلیون دلار را به پروژه های زیربنایی به ویژه برای نیروهای امنیتی کشور اختصاص داده است. ما امیدوار هستیم که این خلاهایی که در بین 2014 و 2015 با وجود آمده بود از لحاظ زمینه کاری، فعالیت های اقتصادی، مثلا نعمات مادی که به دست مردم قرار می گرفت که او بسیار محدود شده بود، ما امیدوار هستیم که با می اصلاح اشتباهاتی که صورت گرفته بوده او را پس در سال 2015 و 2016 اینا جبران بکنند. برای بانوانی که در وزارت امور داخله کار میکنند نیز 28 پروژه با هزینه 122 میلیون دلار در نظر گرفته شده است. امریکا و متحدانش برای تمویل نیروهای امنیتی کشور سالانه 5 میلیارد 100 میلیون دلار تعهد دارند که تمام مصارف این نیروها را در بر میگیرد. وزارت دفاع ملی میگوید تا 24 ساعت آینده تمام بخش‌های بغلان از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. به گفته این وزارت عملیات در این ولایت جریان دارد و تاکنون بیش از 30 طالب کشته و ده‌ها تن دیگرشان زخمی شدند. همزمان با این پلیس بغلان از تلاش‌ها برای فعال ساختن پایه تخریب شده برق در دند شهاب الدین خبر می‌دهد. نرگس هورخش با جزئیات بیشتر. عملیات گسترده نظامی از چند روز به این سو در منطقه دندغوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان آغاز شده است. نیروهای امنیتی در حال پیشروی در این بخش ها هستند. گفته می شود تا کنون ده ها روستا از وجود هراس افغانان پاکسازی شده است. هرچند این عملیات به دلیل آنچه خرابی هوا گفته شد اندک بکندی پیش می رود، اما وزارت دفاع می گوید تا 24 ساعت آینده تمام بخش های بغلان از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. ما امیدوار هستیم که در طی 24 ساعت آینده همین منطقه که به شکل پراگنده فعالیت های خصمانه را ادامه می تند ما تصفیه بکنیم. دند شهاب الدین
جایی که با تخریب یک پایه برق کابل را در تاریکی قرار داده است. نیروهای امنیتی حالا در بخشای این ساحه مستقر شده و تلاش دارند تا طالبان را از این ساحه دور برانند. هرچند از چند روز به این سو در این منطقه هم جنگ شدید جریان دارد. چون منطقه‌ای که همی پایه‌های برق را دشمنان تخریب کردند، همچنان مین گذاری کردند، ما بسیار احتیاط در این قسمت فعالیت‌های ما را ویر پیش می‌بریم و امیدوار هستیم که طی 24 ساعت آینده برای کار مؤسسه برشنا شرایط آماده شود. پلیس بغلان میگوید تلاش ها جریان دارد تا ساحه‌ای که پایه برق در آن تخریب شده است از کنترل طالبان خارج شود. هرچند به گفته پلیس بغلان ماین‌گذاری ها از سوی طالبان در این ساحه عملیات را به کندی روبرو کرده است. همکنون 13 عملیات نظامی در 12 ولایت جریان دارد که گفته می شود این عملیات ها به هدف تأمین امنیت بهتر، جلوگیری از بازگشت هراس افکنان و ایجاد فضای امن برای شهروندان کشور رو اندازی شده است. کار ساخت یک ترمینال ترانسپورتی در شهرک بندری ترخم آغاز شده است. قرار است این ترمینال در زمینی به مساحت 10 جریب با هزینه 1 میلیون دلار ساخته شود. آغاز کار یک ترمینال ترانسپورتی در بندر ترخم. وزیر ترانسپورت در سفرش به این بندر سنگ تهداب این ترمینال ترانسپورتی را به زمین گذاشت. وی میگوید که این ترمینال برای رفع مشکل مسافران در بندر ترخم با هزینه 1 میلیون دلار و در زمینی با مساحت 10 جریب اعمار می شود. بودجه‌ای که در نظر گرفته شده برای ترمینال در حدود 1 میلیون دلار هست. ساحه ترمینال 10 جریب زمین هست و تمام سهولت ها بر مسافرین از انتظار خانه شروع تا مسجد تا پارکینگ ها، سایبان ها، همه سهولت ها بر موترداره و مسافرین در نظر گرفته شده. در همین حال شورای ولایتی و شمار از پیشواران در شهرک بندری ترخم مدیریت ترانسپورت این شهرک را به دست داشتن در فساد اداری متهم می کنند. آنان مدعیان که از این بابت با مشکلات زیاد روبرو هستند. چی دلتا یو سو ده فساد اندازه در نور ادارو پا حساب بانده دلتا لگه غختلی ده. حتی مون تا داس مشکلات هم را غلی دی مونگی وایو چی او ساعتی در ریڑو والا ندلتا او ساعتی یو معلول رازی آقی تا پزر افغانی بانده و ریڑا پکره تا برازی ورکول کی. مثلا خبر هر شی رازی افغانستان پخپل پخوبانی و دریدلی سی که قانونی کار و سر و سی مثلا خبر گمرکات و عیداد صحیح و جه تا ورسی گی دنور شیون ورسی گی دلتا که او ریڑی مال یو مظلوم یو آقا چولی 500 وجه دا بوجه سوری کی گی او زید اندر اسی دا ټول حقیقت لري منګ هم دلته زیش پکا لکی شکار کو دا کومه خبره چې دا وک کان دا ټول حقیقت لري. اما وزیر ترانسپورت و والی این ولایت در دیدار با شمار از باشندگان شهرک بندری ترخم با آنان وعده دادند که مشکلات موجود در این شهرک به ویژه فساد اداری را از بین خواهند برد. مامورین ترانسپورت در مسیر شارها وظیفه‌شان است که ترانسپورت را تنظیم بکنند. در عین زمان مواظب به جمع‌آوری تکس‌های مربوط که خدمات را در برابر خدماتی که به شرکت انجام می‌دهد جمع‌آوری می‌کنند مطابق قانون. هر گونه اضافه ستانی بالاتر از قانون جرم است. یاد پزین زینو که د موتور نه پیسې اخستلې بیگا ما د وظیف سره ناس تلرل او یو تعداد اتحادیم راغلی د غسر هم ناس تلرل. هر هغه کار چې هغه د قانون خلاف یا هغه کار چې هغه یو قانوني مجوز ونه لري او وزیر صاحب سم په مشوره وا چې بیا به دغه مخنیوي کیږي. ظاهرا باشندگان شهرک بندری ترخم و مسافرانی که از این مسیر به پاکستان رفت آمد می کنند و دلیل نداشتن ترمینال معیاری با مشکل جدی روبرو هستند و آنان سخت در انتظار تکمیل شدن کار این ترمینال می باشند. دو ماین‌گذار از اثر انفجار ماینی که قصد جاسازی آن را داشتند در قندهار کشته شدند. این دو ماین‌گذار ساعت پیش قصد داشتند یک ماین را در مربوطات حوزه چهارم شهر قندهار جاسازی کنند، اما پیش از آن منفجر شد. زیاد دورانی سخنگوی پلیس قندهار میگوید در این رویداد یک غیر نظامی هم زخم برداشته است. فدراسیون ملی ورزش‌های پنجگانه افغانستان سومین دور کارگاه آموزشیش را امروز در کابل برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی 220 ورزشکار به شمول 60 بانو شرکت کردند.
سومین کارگاه آموزشی و تقدیر از ورزشکاران پنجگانه در کابل. در این کارگاه بیش از 200 ورزشکار از کابل اشتراک کردند. مسئولان فدراسیون ملی ورزش‌های پنجگانه هدف از راه اندازی این برنامه را معرفی بیشتر ورزش‌های پنجگانه در کشور می‌داند. ما سمینار خود اولین در سمینار خود در رابطه با آشناسازی برگزار کردیم. فدراسیون ورزش پنجگانه فعلا 160 ورزشکار پسر و 60 ورزشکار دختر داره و سمینار امروزی ما به خاطر آگاهی دهی بود. ورزش‌های پنجگانه افغانستان ناخص به کار کرده و این سومین در سمینارش بود و ما خواستیم که معرفی کنیم دوستا، جوانا و ورزشکارهایی که همراهی ما کار کردن و در مسابقات که رزمیدن خوب بیرو بیاین. ما خواستیم تشویق تقدیر از اونا داشته باشیم. در این برنامه آموزشی 160 ورزشکار پسر و 60 ورزشکار دختر که در ماه گذشته با هم به رقابت پرداختند، از سوی این فدراسیون نیز مورد تقدیر قرار گرفتند. در مسابقه دوش تقریبا تعداد 30 نفر اشتراک کرده بودیم و سابقه اوناس که من مقام اول در بخش دوش گرفتم. من در این اشتراک کردیم و مقام 3 من گرفتیم و تشویق شدیم. این فدراسیون از 5 ماه بدین سو در بخش‌های نشانه‌زنی، دوش، اسب سواری، آب‌بازی و شمشیرزنی به فعالیت آغاز کرده است. به این ترتیب رسیدیم به پایان مهمترین هاست. یک ممنون از همراهیتان. وقتتان خوش. خدا نگهدار.